مهارت فرض کنیم. من برعکس میگم کسی تاجر خوبی است یا کسی آدم موفقی است که شکست خورده باشه بلند شده باشه. 10 بار شکست خورده بلند شده. چیزی که معنی نداره، اگه بازم بخوره زمین بلند میشه. ولی کسی که همیشه موفق بوده، همیشه تو نمودار اوج بوده، ریسکش هست هر آینه بخوره زمین خودشو بکشه. خیلی از این سرای انگلیس تا شکست میخورن، میرن خودکشی میکنن. بعد میگن چرا؟ میگه به خاطر اینکه شرکت از دست دادیم، اوکی، محل کارمون نابود شد، اوکی، فقط دیگه پول دیگه ما نمیتونستیم خدمه و حشمه رو هزینهشون رو بدیم. 200 تا مثلا پرستار آشپز و اینا تو خونمون بود، دیگه شو نمیتونستیم، رفت خودکشی کردیم. لذا تعریف من از تاجر و آدم موفق کسی است که توانایی زیان رو داشته باشه، پرداخت زیان داشته باشه. اگه مالش بره بگه خب آقا من 10 میلیارد تومان پولم رفت، 2 میلیارد تومان رفت، 200 میلیون تومان رفت، تجربه کردم، دیگه به حسن اعتماد نکنم، دیگه به حسین اعتماد نکنم، دیگه باور کن. بارها مثلا من شد که زیان کردم، بعد دوباره توی یه کورس دیگه اعتماد کردم. این کورس چرا اعتماد به آقای ایکس اشتباه بود؟ اصل اعتماد کردن اصل خوبی است. اصل اینکه بالاخره شما وقتی یه شرکتی درست می‌کنی، یه کار مشارکتی می‌کنی، بالاخره لحظه آخر باید به مدیر مالیت یا مدیر حقوقی بخوای اطمینان کنی، حرفاشو بشنوی. این اصل اعتماد کردن خیلی من دوستش دارم، به رغم اینکه باور کنید خیلی ازش آسیب دیدم. لذا این اصول باعث میشه توجه بهش توانایی ما رو در انجام یه کاری ببره بالا. یعنی اگه امروز قرار یه شرکت درست شه، این شهرام تا 50 تا شرکت 100 تا شرکت درست کرده، خراب شده، درست شده، این برای من احرازه که توانایی این رو داره. شما هم باید واقعا اگر بناسی مدتی خدا کمک کنه، حالا ماه یه بار، دو هفته یه بار یا بیشتر ما با هم ارتباط داشته باشیم، بتونیم با هم همکاری کنیم. بحث من اینه که تواناییتون بره بالا. اون دانشگاهی که حالا اگه خدا بخواد ما احتمالاً سال آینده در فالو کردن با شهرام بخواد راه بندازیم، بحث من اینه که من اگه به یه کسی بخوام مدرک کارشناسی بدم، طرف باید 10 تا بیزینس پلن ران کرده باشه، 10 تا پروژه بتونم بگم آقا این شکلی مجموعه ساختمانی رو درست کردم، این سوددهیش. تازه بالا آوردن بیزینس پلن این نیست که شما 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنی بری مثلا یه گاوداری درست کنی. 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری باید بره تو کار، یه گاوداری درست بشه، به درآمد برسه، 3 سال بگذره، بعد ما 1 میلیارد مثلا 2 میلیارد تومان برداشت کنیم بذاریم تو جیبمون، بگیم آقا 1 میلیارد ورود کردیم، 2 میلیارد فروش کردیم، الان تو جیبمونه. بیزینس هم داره کار خودش انجام میده. ما به تو دنیا به این میگن بیزینس موفق، اینکه حضرات میان به ما گزارش میدن، مثلا دوستامون هم دیگه دوباره من مجبورم بگم حضرات دوستام کلنگ میزنن، میگن ما انقدر اجرایی‌تر اشتغال زایی ایجاد کردیم. اشتغال زایی این نیست که شما به بلند شید شب انتخابات بری مثلا کلنگ بزنی، عکس بگیری، بگی مثلا الملک اقوام الکف تخت کلنگ زدیم، مثلا الله داریم الان پروژه خودمون کلنگ زدن رفتن خونش کنیم. ما تو کلنگ زدی آبرو تو منطقه تو، خب بیا اعتبارشو پرداخت کن، بیا توی جذب بنیم، بعد بیا محصول توریش، بعد محصول رو بفروشیم و سود بکنیم. ما به این میگیم موفقیت، به این میگیم سرمایه گذاری مثبت، که سرمایه گذاری ما در یک بنگاه نتیجه و خروجیش اصل و سود و اون دوره بازگشت تو بیزنس پلن ها وقتی آی می نویسم که دوره بازگشت 3 ساله، نرخ بازگشت مثلا 33%، اصل پولمون رفته باشه، اصل و سود اومده باشه بیرون. تو اون بحث نقد شوندگی دارایی هایی که من خدا کمک کرده تو پروژه ها گذاشتیم، یعنی پروژه داره در حال تکمیل ران میشه، گابداری درست میشه، چه میدونم کله پزی درست میشه، هواپیماسازی درست میشه، بانک درست میشه، سهم آورده ما تبدیل میشه به سهم، این سهمه میره تو بازار سهم فروخته میشه، من میام بیرون ازش، 2 سال 3 سال 5 سال از این برژه میام بیرون دیگه، اصل و سودم تو جیبمه. ما به اون میگه موفقیت. حالا احتمال داره مثلا این پول ما تو سبدهای مختلفی تعریف بشه. با این هدف من خواهش میکنم که 1 سال 2 سال 3 سال اگه خدا کنه که بیشتر یا کم در خدمت شما باشیم، ممکنه آسیب ببینیم، ممکنه پولمون از بین بره، ممکنه دیر بشه، ممکنه مجوزامون نشه، ممکنه بالاخره تو کشور ایران داریم زندگی میکنیم، کشور ایران میخواییم بیزینس کنید، هر امکانی براش هست. تو این جلسه و تو این شرکت که میخواییم درست بکنید، افکار پول رو بیارم اصل و سودم چقدر میشه باید بره کنار، هرچند که باید با تعریف اول من منافع داشته باشه. یعنی اگر شما 10 میلیون تومان پول گذاشتین،
تو منابع بانکی 20% 30% الان بعضی صندوقا 30% در سال هم میدن بدون اصل و سود بهتون میدن میره تو جیبتون. باید تو این بانگا 50% سود کنی، باید 50% سود کنی، آموزش ببینی، کار یاد بگیری، 200% 500% هم اعتبار کسب کنی. و از هم مهمتر کامن توی بندر ترکمن، نمیدونم بچه گردانی داریم اینجا نه، گردانی ها بندر ترکمن اصلا دوست ندارم.